شاگردای عزیز، خدا کنه که جور صحت مند باشین. ما استاد رشاد احمدی هستم. خدا کنه که در درس گذشته چیز مشکل نداشته باشین. میپردازیم به درس جدید خود. خب شاگردای عزیز، به ادامه درس گذشته صفحه 6 کتابتان و موضوع را که امروز میخواییم سرش بحث داشته باشیم در مورد Second Generation of Computer یا نسل دوم کامپیوتر. روز گذشته در مورد نسل اول کامپیوتر با جزئیات، مشخصات و اشخاصی که آنها را کشف کرده بودند یا کاشفش بودند او را با مکمل جزئیات خواندیم و امروز موضوع ما در مورد نسل دوم کامپیوتر که بعد از نسل اول به وجود آمد، چی مشخصات داره، چی خصوصیات داره و در کدام سالهایی به وجود آمد. خب من یک بار میخوانم، بعدا در موردش با جزئیات گفت میدم. Transistor were used as a processor in a state of working. Transistor were first superior to vacuum tube, allowing computer to become smaller, faster and cheaper. This computer smaller in size and used between 1956 and 1963. IBM 704 and IBM 1401. Some features of are example of second generation computers. Some features of second generation of computer listed below. Number one, they were more energy efficient and reliable than the first generation of computer. Number two, high-level programming language like COBOL and BISC were developed in this generation. Second generation, number three, their operation speed was comparatively higher than the first generation computer. خب شاگردان عزیز، قسمی که گفتیم نسل دوم کامپیوتر که از با خصوصیات جدید و همچنان در وسایل که داری با کار رفته، از لحاظ خصوصیات، از لحاظ کارکردها نسبت به نسل اول کامپیوتر بسیار قابل، یعنی تغییرات قابل ملاحظه دارد و هر که شما اینها را با هم دیگر مقایسه کنین، بسیار زیاد مقایسه از اینها نسبت به ای که آنها دارای بیشترین خصوصیات می باشند و زمانی که این را با نسل اول کامپیوتر شما مقایسه کنین، می بینین که بسیار تفاوت‌های زیاد دارد. Transistor were used as processors instead of working tube. ترانزیستور یعنی منبع انتقال دهنده دیتا یا مواد، استفاده شد به مثل پروسسور انستیت آف واکیم تیوب، به جای واکیم تیوب. قسمی که ما در درس گذشته خواندیم که در نسل اول کامپیوتر از واکیم تیوب استفاده میکردن باعث پروسسور، ولی در نسل دوم کامپیوتر از ترانزیستور استفاده کردن به جای واکیم تیوب. Transistor were far superior to vacuum tube. Transistor بسیار برتریت داشت نسبت به vacuum tube. Allowing computer to become smaller, faster and cheaper. و اجازه داد به کامپیوتر که، یعنی از لحاظ اندازه کامپیوتر کوچک شوه، faster، تیزتر شوه and cheaper و ارزانتر شوه. This computer smaller in size and use between 1956 up to 1963.
امی کامپیوتر های کوچک از لحاظ سایز اینها در بین سال های 1956 و 1963 مورد استفاده قرار می گیرد. IBM 704 و IBM 1401 از جمله مثال های کامپیوتر های است که در نسل دوم کامپیوتر اینها کشف شد، گنجانیده شد و همچنان مثال های از نسل دوم کامپیوتر باشند. Some features of second generation computer listed below. بعض از مشخصات نسل دوم کامپیوتر با شما در پایان تذکر داده شده. اول they were more energy. آنها بیشتر قدرت دارند یا انرژی دارند. Efficient. مؤثر هستند and reliable و قابل اعتماد هستند. Then the first generation computer نسبت به نسل اول کامپیوتر، یعنی از لحاظ انرژی، قدرت، پاور، مؤثریت و قابل اعتماد. قابل اعتماد به ایمانو که وقتی که ما امو کاری را که ما ضرورت داریم او را باید به شکل درستش انجام بدیم و این کامپیوترها که هستن که از لحاظ قابل اعتماد یعنی مؤثر بودن، قدرت انرژی نسبت به نسل اول کامپیوتر بیشتر و بیشتر بود. دوم های لیول پروگرامینگ لنگویج لایک کیبورد COBOL and BASIC were developed in this generation. در این نسل یک نوع پروگرام زبانی مثل COBOL and BASIC انکشاف داده شد به خاطر یعنی از ضرورت بود که تا اینها زمانی که ما اگر بخواهیم که کامپیوتر از لحاظ سایز، از لحاظ قدرت، از لحاظ اطمینان داشتن بیشترین کارها را کنه، این نیازمند یک نوع پروگرام زبانی می باشه که به نام COBOL و BASIC می باشه که اینها انکشاف داده شدن در این نسل. در نسل اولی هم وجود داشت اما انکشاف درست کرده نمی دانست، یعنی حتی هیچ کار کرده نمی دانست، ولی دانشمند ها کوشش به این کردن که در نسل دوم کامپیوتر امی پروگرام زبانی کامپیوتر را به شکل خوبتر انکشاف بده تا فعالیت های بیشتر انجام بده. سیم در اپریتینگ سپید واز کمپریتیولی هایر دن در فرست جنریشن کامپیوتر، یعنی سرعت کار کردش بسیار بالا بود. اگر مقایسه کنیم میگه بسیار بالا بود نسبت به نسل اولی کامپیوتر، و ایمونو که از لحاظ امی فعالیت هایی که گفتیم که امو عملیات محاسبوی را که انجام می دادن، اگر ما اینها را مقایسه کنیم بسیار زیاد نسبت به نسل دوم کامپیوتر اینها بیشتر است. و قسمی که شما در تصویر می بینین اینها هم همون نسل دوم کامپیوتر می باشه که می بینیم از لحاظ اندازه بسیار خرد شده بودن نسبت به نسل اول کامپیوتر. نسل اول کامپیوتر شما دیدین که بسیار از لحاظ سایز اندازه بسیار بزرگ بودن اما قدرت توانایی کمتر داشتن، ولی در نسل دوم کامپیوتر قسمی که شما شاگردای عزیز میبینین که کامپیوتر نسبت به نسل اول کوچکتر، دارای قدرت زیاد، مؤثریت زیاد و از لحاظ سرعت و سرعت انجام دادن عملیه ها بسیار سرعت زیاد داشتن نسبت به نسل اول، که دانشمندا بسیار کوشش به این داشتن که نسبت به نسل اول بیشتر اینها را فعالیت هایشان را بیشتر کنه و قدرتشان را بیشتر کنه. شاگردان عزیز، درس امروز ما به همینجا به پایان میرسه. خدا کنه که یک چیز آموخته باشین و کارهای خانگیتان در خانه انجام بدین. تا درس بعدی، خدا حافظتان.